امروز سه‌شنبه سوم مرداد 1396 یک عالمه خبر هست. تریاک آزاد شد، مجری مملکت بی هوا تو حریم خصوصیش آبجو خورد، ریال تبدیل به تومن شد، ژن خوب رسید، تلگرام سروراشو نداد، سر کابینه شیخ‌فری دعواست، تیتراژو بده بیاد. دوستان سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتتون هستیم. شما شنونده 16مین رادیو پیک در دور جدید هستید. امیدوارم که در همین دقایقی که همراه هم هستیم لحظات خوبی رو سپری کنیم. بریم یه آهنگ نوستالژیک اختصاصی برای دهه 60 ها. هیئت ورزش پهلوانی و زورخونه‌ای بخشنامه کرده که از این به بعد تو زورخونه‌های سراسر اصفهان باید هنگام دعا با ضرب و زنگ برای سلامتی مقام عظما هم دعا بشه، چون که مقام عظما پهلوان اول ایرانه، البته پهلوان اول عرصه سیخ و سنجاق. یکی و دو تا، دو تا و سه تا، سه تا و چهار تا، آن ولی پهلوان و آن علی ناتوان و آن فقیه ناکسان و آن زدید کهکشان، اول و آخر مردان عالم ختم به خیر، مقام عظما زحمات مرشدان را بر ما حلال کند، بر مذاکره کننده با دولت استکبار نعلت، بر شوخی کننده با پروستات آقام نعلت، بر ظریف و حسن و فری و محمود و اکبر و فاضل و هر کی انگشت خود در بیت عظما فرو می کند نعلت، چفیه آقا مستدام باد، دست ناقص آقا متحرک باد، پول نفت سر سفره مردم لبریز باد، بگیر و ببند و احکام قضایی ادامه دار باد. بزن زنگو که رفتیم. حالا که زنگ پهلوانی رو زدی، بذار بگم که اینا فقط یه کلمه پهلوان مونده بود خراب کنن که به اونم چنگ انداختن. اما کیه که ندونه پهلوان جهان پهلوان تختی بود، پهلوان همون اسقر نحوی پور بود که گفت جانم فدای ایران. میونه این پهلوانا هیچ کسی بایه بود احساس خوشبختی نکرد، واسه آبروی مردمت به جنگ این مدالا تختی و تختی نکرد. یکی از خبرهایی که در هفته گذشته اساسی ترکوند و واقعا جان شما میگی؟ خب شما بفرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، متاع زندگی، متاع انرژی بخش که سالها به دور از او بودیم آزاد شد، تریاک آزاد شد، شیره آزاد شد. ملت غیور، تکنیک ها را از پستوها بیرون بیاورید، سیخ و سنجاق ها را از زیر فرش ها بیرون بیاورید، تریاک آزاد شد، تریاک آزاد شد. بله، تریاک آزاد شد. سلامتی اون کاندیدایی که رد صلاحیت شد و رئیس جمهور نشد، اما خب به وعدش عمل کرد. تریاک را چون تو شهر بوده اون چیزای دیگه من اصلا نمیدونم چیه. وقتی تریاک آزاد شد قطعا کسی دنبال اونا نمیره، کسی هم دنبال تریاکش هم نمیره. بله بله، مواد مخدر سهمیه دولتی شد. تا دیروز ساقی رو با یه نخود میگرفتن میبردن مینداختن زندان و بعدش هم اعدامش میکردن، حالا از امروز خود حکومت مواد رو نخود نخود میکنه میده دست مشتری. تا دیروز بودجه های میلیاردی میریختن توی یه جایی به اسم ستاد مبارزه با مواد مخدر، حالا از امروز علاوه بر اون بودجه یه بودجه هم میدن به توزیع مواد مخدر.
ضمن عرض خوش آمد به شما مصرف کنندگان گرامی، لطفاً جهت رعایت صف از دستگاهی که جنب درب ورودی است شماره دریافت کنید و هنگام مراجعه به باجه کوپن سهمیه خود را ارائه دهید. پیشا پیش از طولانی شدن خماریتان پوزش می طلبید. شماره 128، شماره 128. بیا آقا جلو برادر، بیا جلو. شما مصرفت چیه؟ خب کوپن تو بده. بیا این، بیا این نیم اسقالو بگی، برو در امان خدا. برو. شماره 130، ببینم کوپن تو زیاد میکشی ها، آره سلامتیت خوب نیست. حالا بگی برو، بگی آ چیکار میکنی اینجا؟ روشن نکن، برو بیرون. خاموش کن آقا جون، خاموش کن، اینجا فقط توضیح داریم. مصرف تو پارک دمه در آقا. برو جون، برو آقا جون، برو جلو. شماره 131. شما آج آقا، شما هم آج آقا، از شما بعیده. کوپنتون رو ببینم. اوه چه مصرف خفنی هم داری حاجی. یه 25 تایی زیاد نیست واسه یه روز. خب باشه دیگه، بیا حاجی بیا، سری بذار زیر عمامت کسی نبینه. عسقری عسقری، من چشام درست نمیبینه. اون آخونده که با چند تا بادیگارد از در اومد تو کیه؟ چی؟ اه مقام عظمای ولایت؟ نه بابا، آقا اومده، جانم فدای آقا. فکر کنم اومده نظارت. ها نه، اه زغال دستشه. بیا آتیش بگردون زغال، دولا بچرخون، بیا تا کام بگیریم از زنونه بچاخون دونه خیلیون. آی زغال جی. یه اشتباهی که آخونده سر تلگرام کردن این بود که از همون اول جلوی این اپلیکیشن رو نگرفتن و حالا با حضور میلیون ها ایرانی تبدیل شده به یه چوب سه سر سیخ که از هر طرفش یه سیخ تو همین آخونده است. قبل از این رسانه عمومی فقط 4 تا کانال تلویزیون و 6 تا روزنامه در پیتی بود، اما الان با امکانات هر ایرانی یک کانال تلگرامی دیگه افسار اطلاعات از دست آخونده در رفته و تلگرام شده بزرگترین رسانه دست جمعی. لاکردار نه سانسور داره، نه فیلتر داره، نه حذف داره، نه شناسایی داره، نه کنترل داره. همه رقمه دست آخون جماعت و برادرها رو ازش کوتاه کرده. حالا گیر دادن که تلگرام باید سروراشو بیاره داخل ایران تا ما مطمئن بشیم اطلاعات خصوصی مردم دست دول بیگانه نمیفته. رئیس تلگرام هم گفته نه مرسی، جاش همینجا خوبه، ما سرورامونو جایی نمیبریم. دوباره مراجم اعزام گفتن که مرتی که اجنبی وردار بیار اون سرورا رو، ما غیرتمندیمون نمیذاره عکس و اطلاعات خصوصی نوابیسمون دست شما باشه. دوباره رئیس تلگرام پسقوم داده که اولا مرتی که خودتی، دوما مردم خودشون گفتن دست شما باشه بهتره تا اینکه دست برادرای اطلاعات و دادگاه و مراجع تقلید و بسیجیا و مدها بیفته. آخ 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 مدا. آقای تلگرام، این اطلاعات ما تو سرور شما دست هر کی میفته بیفته، فقط دست مدها نیفته سر جدت. جای بچه آیا با مرامه تلگرامه، گربه سیاهه این نظامه تلگرامه. خلاصه تو گروهمون ما میخندیم به ریش ریشه مقام عظما، یک میگیم واسه یه جنتی جز ما، بقیه هم فعالا فوروارد میکنیم استخوناشون رو اونجا آرد میکنیم. صحبت تلگرام شد، یه پیغامی از ادمینای کانالای تلگرام دارم که به ما گفتن که شما این حرف ما رو به گوش ملت برسون. ما هم اطاعت امر کردیم و بی واسطه تقدیم میکنیم. درود به اعضای جدید، درود به اونایی که تازه وارد کانال شدن. تو رو خدا لف ندید، چطور دلتون میاد من دارم زحمت میکشم مطلب جور میکنم واسه شما؟ نرید کانال حالت بی صدا بذارید، ورید تو رو خدا لف ندید، لف ندید. اگه خواستین لف بدید زیاد لفتش ندید. اتفاق خیلی خیلی مهمی که در هفته گذشته افتاد این بود که واحد پول رسمی مملکت از ریال به تومان تغییر پیدا کرد. خب این اتفاق خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ والا منم مثل شما نمیدونم چرا، ولی خب اقتصاددانا میگن مهمه دیگه، ما هم میگیم مهمه. اصلا خوبیت نداره که شما هم بگین مهمه دیگه. آره مهمه آقا، مهمه. شما اصلا میدونید چقدر آمار اختلاس ها پایین میاد؟ مثلا قبلا اختلاسگر محترم 10,000 میلیارد ریال اختلاس میکرد، الان فقط 1,000 میلیارد تومان اختلاس میکنه. خب این مهمه دیگه. یا مثلا قبلا مؤسسات مالی اعتباری 100 میلیون ریال سپرده بانکی شما رو هپلی هپون میکردن، ولی خب الان 10 میلیون تومان پولتون رو بالا میکشن تمام میشه میره. خب
این اتفاق مهم نیست. الان با این حرکت کلن مشکلات اقتصادی مملکت حل شد، رفت به کارش دیگه. از بس که این اتفاق مهمه، فقط من نمیفهمم شما چرا نمیایین تو خیابون کارنوال شادی را بندازین. واسه یه مسابقه والیبال و فوتبال میریزین تو خیابون و شادی و الهله میکنین، اما واسه یه اتفاق به این مهمی نمیان شادی کنین؟ جان یارانه ها رو ریختن؟ خب شما برین یه ترانه گوش بدین، من برم ببینم یارانه رو با ریال ریختن یا به تومن. فضای عمومی کشور خیلی علمی و پزشکی شده بود. نمیدونم چی شده بود، ولی مثل اینکه یکی از آقازاده ها که همه زندگیشو از صدقه سر پست و مقام باباش داره، راست راست گفته بود که اگر من موفقم به خاطر ژن خوبمه. من افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خون خوب، از دو تا خون خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. خلاصه همه مردم تو همه جا داشتن راجع به ژن و علم ژنتیک بحث و تبادل نظر میکردن. یکی میگفت من ژنم خیلی خوبه، تونستم برم شرکت MTN رو بیارم ایران قرارداد میلیاردی بنویسه. یکی دیگه میگفت ژن من اینقدر مرغوبه که بدون کنکور وارد دانشگاه شدم، دارم دکترا میخونم. اون یکی میگفت ژن من از اون ژنای خاصه که باهاش واردات پورشه و لامبورگینی میکنم. خلاصه ژن تو ژنی شده بود این هفته که نگو و نپرس. ما هم که دیدیم الان کاسبی تو ژن و ژنتیکه، یه وانت اجاره کردیم و ژنا رو بار زدیم و زدیم تو کوچه و خیابون. ژنیه ژن، ژن علا آوردم براتون، ژن صادراتی، ژن بسته‌بندی های خونه‌دار و بچه‌دار، زنبیل و بردار بیار، ژن مخصوص سفر خارجه، ژن لاکچری با آپشن قرارداد خارجی، ژن لامبورگینی، ژن بدون کنکور. ژنیه ژن، اونایی که ژن از طلبه تا رهبری میخوان این طرف صف واستن، اونایی هم که ژن آقازادگی سفره انقلاب میخوان این طرف واستن، که بودو 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 آخر بازار. ژنیه ژن، بودو بیا، بودو 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 دیره، دلم بره جای دیگه میره، اگه زندونیش کنی آروم میگیره، دیگه دیره، دلم بره جای دیگه میره، اگه زندونیش کنی آروم میگیره، بودو دیره، دلم بره جای دیگه میره، اگه زندونیش کنی آروم میگیره، دیگه دیره، دلم بره جای دیگه میره. آقا توی قم گشت موتوری حمایت از حجاب گذاشتن. حمایت از حجاب تو خیابون با موتور، بله اینم خب یه جورشه دیگه، یعنی یه سری موتور سوار میرن تو خیابونا گشت میزنن و از حجاب حمایت میکنن. حالا اینکه چه جوری با موتور از حجاب حمایت میکنن مثل شما برای منم سوال شده. فلزا دیروز رفتم یکیشون رو پیدا کردم، نشستم ترکش، یه گزارش کوتاه از فعالیت روزانش تهیه کردم. البته شانس آوردم که زنده موندم تا همینجای کار. بوق بوق، خواهرم حجابت. بوق خواهرم اون چیه دستت؟ حجابت. بوق خواهرم نارنجی هم شد رنگ آخه. حجابت. بوق خواهرم بتمن و جوکر. حجابت. بوق خواهرم ای والله انفاس کن بذار پیله کنن بهت پروانه میشی. حجابت. بوق ای آزاد نامداریه، همون مجریه. ای آزاد نامداری، آزاد نامداری، نامداری. ما رو گریون میبینم، از پا آویزون میبینم، با چشم و چال ناقصش کلی بادم جون میبینم، وای کوچه تنگ امشب، اوف ماشی لنگ امشب، موبایل روحانی روی خط ترنگ امشب. گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است، هزار رادیو پیک دیگه در راه است. ما در خدمت شما خواهیم بود، ما رو همراهی کنید، ما رو پشتیبانی کنید، وگرنه مجبورم مثل اون ادمینه بزنم زیر روزه ها. خوش و خرم و سلامت باشید، خداحافظ همگی. میماره گفته نکن نگون شو بازی میان، تره بیچاره کنی اون بی سواد بو مثلا، اونقدر دنستی که کجده میان که پیل لبد
خوشنه دست مره خاک خوشنه سرده کنه ایتا بوشو پول پل دنبل به یه جاوی فرسه این فردرسه بگفته مدرک فکسه نی ایتا زنبو برد زای برد زندگی گسوان بیو هرچی خسته نی من بوشم کتاب دنبل که جهانه چکنم غم و مردم بخورم تا بخون من تق بدنم پهلوان قصیان بابم مره کف بزند بیمیرم مردم مره میغب رسر گل بورد ولی وقتی که بومون دنیا یه گاوی گفته بو هچکی بخند و بوم دنیا میان وارو نبو اگه از حقوق زن بگی گوید داره بودی هچکی بخندی بیتی سر آواره بودی توی تنها میانن همه کوری که عشن خوشن رام نرده اصاوی ازم دوزند.